بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که هر چه داریم از لطف و کرم اوست. عرض سلام دارم خدمت همه شما خوبان همراه با برنامه به وقت بیداری. خوشحالم که بار دیگر در خدمت شما هستم از قاب این برنامه که به طور زنده و مستقیم از بخش فارسی دری شبکه هادی تیوی تقدیم شما عزیزان میگردد. انشاءالله که لحظات شما خوش باشد، ایام به کام شما. خیلی دوست دارم که همین الان هر کدوم از شما عزیزان که بیننده این برنامه هستید گوشی های تلفن همراه خود را بردارید و این شماره را به عنوان پل ارتباطی بین شما و ما در تلفن همراه خود ذخیره کنید و پیام ها و مطالب خود را به ما منتقل کنید. هرچه که از دوست رسد نیکوست و بر دیده منت خواهیم نهاد و از مطالب شما استفاده خواهیم کرد. شماره مثبت 964-780-255-40-13. امشب به نام مقدس و مبارک حضرت فاطمه معصومه، دختر گرامی حضرت موسی بن جعفر و کریمه اهل البیت مزین هست شب رحلت و وفات این بانو را به همه شما علاقمندان و شیعیان به خاندان عصمت و طهارت تسلیت عرض می کنم. در خدمت شما هستیم و استفاده می کنیم از کارشناس محترم برنامه جناب حاج آقای رمضانی با موضوع بسیار مهم، نشانه های عاقل و عقل. خواهش میکنم با برنامه خود همراه باشید. سلام عرض میکنم خدمت شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه، در خدمت شما هستیم با سخن ابتدایی. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما مجری محترم و همه بیننده های بسیار محترم و عزیز سلام عرض میکنم و از خداوند سبحان طلب میکنم که در این شب وفات کریمه اهل بیت علیها سلام به همه ما توفیق بهترین طاعات و معرفت ها را مرحمت بفرماید. و چون موضوع بحث ما بحث نشانه های عقل و عاقل هست، بله، خداوند را به حق این بی بی گرامی سوگند میدیم که عقول ما را کامل بسازد انشاءالله. بسیار عالی و چقدر خوب است که اگر قسمت شود برای همه ما و شما زیارت این بی بی دو عالم در شهر قم که بر سردر بارگاه منور ایشان نوشته است یا فاطمه تو اشفعی لنا فی الجنه، ای فاطمه شفاعت کن ما را در بهشت. انشاءالله شفاعت این بی بی شامل حال همه ما بگردد انشاءالله. صحبت میکردیم حاج آقا در مورد نشانه های عاقل و موارد بسیار خوبی را در برنامه های گذشته ذکر کردید. فکر میکنم به مورد 16 رسید یا 16 نشانه از نشانه های فرد عاقل که سعی و تلاش ما باید بر این باشد که از جمله عقلا باشیم که خداوند در قرآن اونها را ستوده است و با نام اولوالالباب یاد کرده است. نشانه 16 از نشانه عاقل رو در خدمت شما میشنویم. بله، بسیار زیبا. 16 نشانه عاقل و عقل این است که به فرموده امام موسی بن جعفر علیه السلام، پدر گرامی حضرت فاطمه معصومه علیها السلام، اینه که یک عاقل از عالم دنیا و زندگی دنیا توشه آخرت خودش ره بر میداره. چقدر زیبا. و این دنیا ره به عنوان یک محل گرفتن توشه و ذخیره برای زندگی آخرت خودش حساب میکنه. کلام گوهربار وجود مقدس امام هفتم این گونه هست که فرمودن یا هشام ان العقلاء زهدوا فی الدنیا، عاقلان دل به دنیا نبستن، فریب دنیا نخوردن، و رغبوا فی الاخره، میل اونها به سرای آخرت و ابدیت فراوان است. چرا؟ علتش هم فرمودن لانهم علمو، چون عاقلان میدانند میفهمند دانا هستند به این که ان دنیا طالبتون و مطلوبه،
دنیا هم طالب است و هم مطلوبه. هم دنیا دنبال عده‌ای میرود و هم عده‌ای دنبال دنیا میرن، یعنی دو سویه است، دوستی دو سویه است. ول آخرتو طالبتون و مطلوبه، آخرت هم به همین نحو است، آخرت هم طالب است و آخرت هم مطلوب است، عده‌ای دنبال آخرت میرن، عده‌ای آخرت دنبال اونها هست. این توضیح میدن در ادامه حدیث. فمن طلب الاخره، کسی که طالب دنیا باشه، این طالب اینه که ببخشید، فمن طلب الاخره، کسی که طالب آخرت باشه، درست، اشتیاق به آخرت و ساختن سرای آخرت خودش داشته باشه، طلبت خود دنیا، دنیا دنبال او حرکت میکنه. عجب. یعنی این به دنبال اینه که آخرت خودش بسازه. بله. ولی دنیا او رو رها نمیکنه. تا کی؟ حتی یستوفا منها رزقه، تا این که این آدمی که طالب آخرت هست و آخرتش آباد میسازه از دنیا رزق خودش بگیره، تا آخرین لقمه رزق خودش از دنیا نخوره دنیا او رو رها نمیسازه. عجیب. یعنی این دنبال علم، معرفت، کار خوب، کار نیک، هم کارهایی که عاقلان انجام میدن برای ساختن سرای آخرت، ولی دنیا این رقم نیک رو رها بسازه و او رو گرسنه بگذاره، حوائج او رو رها بسازه، بلکه دنیا به دنبال او هست و مقدمات زندگی نسبتا آبرومندانه او رو خود دنیا فراهم میکنه. البته خداوند این مقدمات فراهم میکنه. این کسی که طالب آخرته، دنیا در طلب او هست. و من طلب دنیا، کسی که دنبال دنیا برعکس باشه، یعنی انگیزه و هدف او فقط رسیدن به یک زرق و برق دنیایی باشه، از خداوند و از آخرت غفلت داشته باشه، یک مقام، یک چوکی، یک شهرتی در دنیا مد نظر او باشه، و من طلبت دنیا طلبت هل آخره، آخرت به دنبال او میگرده. آخرت یعنی اجل، یعنی مرگ، یعنی اون فرشته الهی که جان انسان ها رو میستانه. کسی که به دنبال دنیا هست آخرت به دنبال او میگرده. فیعتیه الموت، ناگهان موت به سراغ او می آید. فیفسد علیه دنیا و آخرته، وسط ای استفاده های دنیایی هست به این مقامی که دوست داره برسه، گاهی در نزدیک به اون مقام که مایه برسه مرگ او فرا میرسه. هم او هدف دنیایی که بنابود به او برسه نمیرسه و هم آخرتش فاسد کرده. مانند فرض کنید جریان عمر سعد که با حسین ابن علی جنگید به خاطر دنیا، طالب دنیا بود به خاطر حکومت ری، مرگ به سراغ او آمد اما از گندم ری هم نخورد. بنابراین این هم جالبه که وقتی ما میگیم عاقلان نسبت به دنیا دل نمیبندن، گویا چون در کلمات وجود مقدس امیرالمومنان در مذمت دنیا زیاد گفته شده، یک فردی پیش از حضرت امیرالمومنان از دنیا بد میگفت. بله. امام فرمودن که ظاهرا تو اون مطلب ما را نگرفتی. درست متوجه نشدی. بله، کدو دنیا را مذمت میکنیم؟ او دنیای حرام و زرق و برقی که شیطنت در او باشه را ما مذمت میکنیم. بعد فرمودن که در حکمت 131 نهج البلاغه آمده که فرمودن ان الدنيا دار غنا لمن تزود منها، دنیا خانه غنا و ثروت است برای کسی که از این دنیا توشه بردارد. یعنی زاد و توشه و ثروت آخرت و زندگی در ناز و نعمت آخرت از همین دنیا تامین میشه. پس بی ارزش نیست دنیا. پس بسیار با ارزش هم هست. بله. بعد فرمودن مسجد و احباء الله، دنیا مسجد دوستداران خداست. اونایی که دوستدار خدا هستن، بله، با عبادت در این دنیا به مقام قرب الهی میرسن. مهبط و وحی الله، محلیه که خداوند کلام خودش به ای عالم نازل کرده، قرآنش نازل کرده، محل فرود وحی و کلام خداست. متجر اولیائه، محل داد و ستد و تجارت و کسب و کار اولیاء خداست.
که فرمودن اکتسبوا فیها الجنه، همه اولیاء خدا بندگان خاص خدا در همه دنیا بهشت کسب کردن، با همین تلاش، با همین صداقت، با انجام و واجبات، با ترک محرمات. پس بنابراین این دنیا اگر کسی به دنبال توشه برداری باشه بهترین جایگاهه. لذا پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث معروفی که نقل میشه از دنیا مزرعه الاخره، بله، تشبیه فرمودن دنیا رو به مزرعه. چی دقیقا یک کشاورز، یک برزگر زحمت میکشه، تلاش میکنه، دانه رو میکنه که در فصل برداشت محصول خوب برداشت بکنه. این دنیا مثل زمان کاشته که ما تلاش میکنیم، این اعمالی که انجام بدیم، اینا دانه هاییست که ما در زمین دنیا میکاریم، برداشت او را در سرای آخرت داریم، آخرت میکنه. یک تعبیر بسیار زیبایی هم هست جناب استاد که به فرموده شما اگر بخواهیم عاقلانه با دنیا برخورد کنیم و یا به دنبال دنیا هم باشیم، منتها عاقلانه دنبال دنیا باشیم، فکر میکنم تعبیر روایت این گونه باشد که میفرماید هر کس ارتباط خود را با خداوند متعال درست کند، خداوند ارتباط او با دیگر انسانها را درست خواهد کرد. بله. و هر کسی که آخرت خود را اصلاح نماید، خداوند امور دنیای او را اصلاح خواهد کرد. بله. که یک شاه کلید به ما میده، یک راهکار بسیار زیبا به ما میده که اگر میخواهیم دنیای ما سر و سامان داشته باشد، ما باید ارتباط خود را با خداوند و میل خود را به آخرت اصلاح کنیم و گسترش بدیم. دنیا خود به خود به فرموده اون روایت پیش پای ما خواهد آمد. آفرین، بسیار عالی. بله، یک شعر بسیار زیبایی هست، شاعر شیرین سخن نسبت به توشه برداری از دنیا نسبت به آخرت زیبا گفته. گفته که مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو. بله. وقتی که با آسمان نگاه کردم دیدیم این ماه حالتهای مختلف داره. درست. گاهی به شکل یک داس هست، وقتی که مثلا شب شاید سوم یا چهارم باشه، یک هلال بسیار نازکی که شبیه سر داسی هست. میگه وقتی من به آسمان نگاه کردم، پهنه آسمان دیدم، به این شکل داس که ما به شکل داس بود مشاهده کردم، بله، مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. یادم آمد که خب این داس برای درو کردنه. مه چه بذری کاشتم به هنگام درو، روز قیامت بعد از این عالم که وقت برداشتم هست، چه برداشتی خواهم کرد؟ گفتم ای بخت بخفتیدی و خورشید دمید. گاه دیده آدم شب دیرتر میخوابه، صبح نماز او قضا میشه. لا لا، این دنیا مثل یک شبه، مثل یک روزه که انسان گاهی خواب میره، غفلت میکنه، سپیده دم مرگ میدمه. و وقتی که آدم اگر توشه بر نداشته باشه، به گفته ای شاعر، گفتم ای بخت بخفتیدی و خورشید دمید، گفت با این همه از سابقه ناامید مشو. ولی باز تا زمانی که هستی ناامید مشو، به درست تعبیر او شاعر شیرین سخن که گفته ما فات مضا و ما سیعتی که فعین قم وقتن من فرصت بینن عدمین. گذشته گذشت، ای جوش گذشته رو بخوری چیزی اصلاح نمیشه. درست. آینده هم که معلوم نیه کجا باشه، یعنی آینده رو انسان یقین نداره که فردا زنده باشه. بله. همین فرصتی که انسان در اختیار داره همور قنیمت بشمونه. گذشته رفت، افسوس نخور، آینده معلوم نیه بیاد، پس همین لحظه را غنیمت بشمر و توشه آخرت خودت بردار. یک وقتی در روایت داره، اینه در حکمت 130 نهج البلاغه نقل کردن، در نهج البلاغه شریف که عتبه مقدس از تعمیر از یک کنار قبرستانی با اصحاب خود عبور میکردن. درست. رو کردن به قبرستان، به اهل قبر، که سلام بر شما ای اهل دیار وحشت و اهل دیار تنهایی. و خیلی تعبیرهای زیبا و جالبی دارن نسبت به
ساکنان اهل قبور. بعد فرمودن که من به شما خبر ای عالم بدم، اخباری که در نزد ما از اینه که خانه های شما تقسیم شد بین ورثه، اموال شما تقسیم شد، او خانه هایی که شما زحمت کشیدید چندین طبقه بنا کردید، او خانه ها را دیگران ساکن شدن، همسران شما بعد ازدواج کردن، بالاخره برخی از اونها اخبار دنیا رو گفتن به اونها. بعد گفتن که این خبری که در نزد ما هست. بعد فرمودن که فما خبر و ما عندکم، شما از آخرت چه خبر دارید؟ بعد رو کردن به اصحاب، فرمودن که اگر اینها اجازه تکلم و سخن گفتن با شما رو می داشتن چی می گفتن؟ فرمود اما والله لو اذن لهم فی الکلام، به خدا قسم یاد کردن، این قسم یک آدم عادی نیه، یک معصوم وقتی قسم یاد میکنه بسیار مهمه، اما والله لو اذن لهم فی الکلام، به خدا قسم اگر به اونها اجازه سخن گفتن داده میشد که با شما صحبت کنن، چون اجازه نیه، عالم آخرت، اگر اجازه میداشتن لأخبروکم، به شما خبر میدادن که ان خیر الذات التقوا. جانم به فدای امیر مومنان، فرمود اگر که اونا اجازه سخن میداشتن به شما خبر میدادن که بهترین توشه برای آخرت تقوا است، یعنی ای که آدم به دنبال گناه نره، واجبات خودش انجام بده، حرام ها را ترک کنه و رفتار خودش اصلاح کنه، این میشه تقوا. خدا را مراعات کنه، در یک کلام ادب حضور خداوند متعال را مراعات کنه در این دنیا. بله. یک وقتی در همین نهج البلاغه شریف هست، در حکمت 77 راوی میگه دیدم یک شب مولا حضرت امیر مومنان بسیار مناجات میکنند و خب این کار هر شب حضرت بود، ظاهرن در یک باغستان نخلستانی و گوش میکردم، حضرت مناجات های با خدا میکردن، عظمت خدا یاد میکردن، در قسمتی از این مناجات این سخن زیباره این راوی نقل میکنه که فرمود آه من قلت ذات. حضرت امیر با اون نمازها، با اون جهادها، با اون علم و معرفت از کمی توشه آخرت آه میکنن، آه من قلت ذات، وای از کمی توشه آخرت و طول طریق، به راه طولانی. یک سفر انسان در نظر بگیره، میگن سفر قندهار می بری، فرض کنیم زمان سفر قندهار می رفته پیاده، یا سفر چین که اطلب العلم ولو بسین، که اون زمان مثلا نقطه دوری بوده، این سفر کسی پیاده خواسته باشه بره با این خطراتی که در بین راه هست، خب توشه بیشتری لازم داره. و این سفری که مثلا یک ماه دو ماه باشه، سفری که بی انتهاست، بی نهایت، زندگی ابد، او چه مقدار توشه لازم داره؟ فرمود و طول طریق و بعد سفر و عظیم المورد، و جایگاهی که انسان وارد میشه بسیار عظمت داره، یک سرایی است که هیچ به ذهن ما خطور نکرده، چشم او را ندیده، و آنچه خداوند در قرآن کریم بیان فرموده یک شمه است از آنچه که هست. این هم پس یکی از نشانه های آدم عاقله که از این دنیای فانی و دنیای زودگذر تا میتواند توشه آخرت خودشه با تقوا برمی داره. یک تعبیر زیبایی هم داره اون شاعر شیرین سخن که در مورد زندگی در دنیا میفرماید که مرا در منزل جانان چه امن ایش، چون هر دم جرس فریاد می‌دارد که بربندید محفل ها. یعنی هر زمانی که انسان می‌خواد به زندگی دنیا یک عادتی بکند و لذتی ببرد، یک ندایی در گوش او زمزمه می‌کند که بالاخره زمان سفر فرا می‌رسد و تو بالاخره باید از اینجا مسافرت کنی به سرای آخرت، و این رو انسان‌های عاقل باید خوب درک کنند. با توجه به فرصت کمی که تا میان برنامه داریم، در حد 3 دقیقه اگر اشاره هم به نشانه بعدی بفرمایید ممنون میشه. خب من پس این نشانه بعدی رو اشاره میکنم، اگر باز یک مقدار توضیح لازم داشت
بعد از این برنامه انشالله بیان میکنیم. انشالله. یکی از نشانه های عاقل که خیلی مهمه تفکره. یک انسان عاقل بسیاری از اوقاتش به تفکر سپری میکنه، تفکر میکنه. وجود مقدس امام موسی بن جعفر فرمودن یا هشام، ای هشام، چون مخاطب امام بوده و کسی که روایت نقل میکنه هشام بود، ان لکل شیء دلیلا، هر چیز یک دلیل و نشانه و راهنما داره. و دلیل العقل التفکر، اون نشانه و راهنمای عقل که آدم ایده که نگاه میکنه به عقل طرف پی میبره، تفکر هست. یکی از نشانه های بسیار مهم عقل و عاقل تفکر. یک انسان عاقل بسیار تفکر میکنه. درست. حالا در چی تفکر بکنه؟ زاویه های تفکر بسیار وسیعه. من این شعر شاعر شیرین سخن بخونم که یکی از زاویه های تفکر اینجا اشاره کرده. بله. گفته روزها فکر من این است و همیشه سخنم. سخنم که چرا غافل از احوال دل خیشتنم، ز کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میره و آخر ننمایی وطنم. این یک زاویه تفکره. تفکر در خود، تفکر در دنیا و ای که از کجا آمده و برای چی آمده، به کجا میرود، هدف خلقت چی بوده، اینها موضوعهایی که انسان باید تفکر بکنه. در خود قرآن کریم فرموده در خود تفکر کنید. درست. فرموده که و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، در خود شما نشانه های عظمت خداوند، الطاف خداوند بسیار زیاد است. به فرموده از امیر مؤمنان ای که آدم گاهی یک همت میکنه یک کار انجام بده، بعد میبینه که نظر او عوض میشه. پس یک حقیقت پشت پرده ای هست، حقیقتی است که حاکم بر تمام تصمیم ها، بر تمام حوادث هست. ای که انسان ای تغییر میکنه، پیر میشه، مریض میشه، سالم میشه، حالات مختلف داره. یک حقیقتی ثابت، حقیقتی که ما همه وابسته به او هستیم. شما در خود تفکر کن تا به او حقیقت برسی. یک تعبیر هم خاطرم هست، اگر اشتباه میکنم شما اصلاح بفرمایید جناب استاد، که تعبیر از روایات معصومین این هست، میفرماید لیست العبادت و به کثرت صوم و صیام، صلات و صیام. عبادت این نیست که افراد زیاد نماز بخوانند و روزه بگیرند، بلکه عبادت به تفکر کردن در امر خداوند عزوجل هست. بله. که از خدا میخواییم واقعا این تفکر، این نشانه بسیار مهم از نشانه های عاقل را به ما عنایت کند، از جمله عقلا باشیم. یک استراحتی داشته باشید جناب استاد و بینندگان عزیز هم میان برنامه را ببینند. خوشحالیم و مفتخر هستیم که همچنان همراه هستید با برنامه به وقت بیداری. در بخش بعدی برنامه همراه ما باشید، در خدمت شما عزیزان هستیم. معبود من، مرا این عزت و ارجمندی بس که بنده تو باشم، و این سرفرازی بس که تو خدای من باشی. تو همان گونه هستی که من دوست دارم، پس مرا چنان بساز که خود دوست دارم. خدای من، اگر از من نیکی هایم را بخواهی، همه را به تو خواهم بخشید، با این که خود به آنها سخت نیازمندم. من بنده تو هستم و تو پروردگار منی. خداوندا، به تو پناه میبرم از اینکه بیرون مرا در چشم مردم زیبا نمایی و درونم را با کارهایی که از تو می پوشانم زشت گردانی، تا
در برابر نگاه‌های مردم از خود نگهبانی کنم و از این راه نیکویی بیرونم را به مردم بنمایم و کارهای زشتم را به سوی تو روان کنم تا از این راه به بندگانت نزدیکی جویم و از خوشنودی تو دور شوم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دوباره دارم خدمت شما عزیزان بیننده، خوبان همراه با برنامه به وقت بیداری، برنامه‌ای که به طور زنده و مستقیم از شبکه جهانی هادی تیوی تقدیم شما عزیزان می‌گردد. این برنامه را هر شب از ساعت 8 الی 9 و تکرارش را فردا بعد از اذان ظهر به وقت کابل می‌توانید مشاهده کنید. خواهشمندم با برنامه خود در ارتباط باشید از طریق پل ارتباطی با این شماره مثبت 964-780-255-40-13. گفتگو میکردیم جناب استاد در خدمت شما و با حضور افتخاری شما درباره نشانه های عاقل که اشاره کردید یکی از اون مهمترین نشانه ها توشه گرفتن برای زندگی جاودان و ابدی آخرت هست، و اما نشانه مهم دیگری از عاقلان تفکر کردن هست. در مورد تفکر توضیح میدادید و الان ادامه توضیحات رو میشنویم از زبان شما. یک شعر بسیار زیبایی هست از وجود مقدس امیر مؤمنان، هرچند که حضرت شعر کم گفتن، ولی این یک دیوانی هست منسوب به امیر مؤمنان. بله، دیوان امیر مؤمنان علیه السلام که اشعاری به زبان عربی در این دیوان منسوب است به حضرت امیر مؤمنان که نقل شده. یک شعر بسیار زیبایی در همین بحث تفکر، حضرت فرمودن که یا من به دنیا اشتغل، ای انسانی که به دنیا و همون دنیای مثلا گاهی شاید مضمون مد نظر بوده مشغول شدی، قد غره طول العمل، آرزوهای طولانی و غفلت از خدا تو را فریب داده. خطاب به انسان میکنن که انسان غافل. الموت یأتی بغتتن، مرگ ناگهان میرسه، والقبر صندوق العمل، و قبر صندوق عمل هست، یعنی قبر انسان سر سفره عمل خودش میشینه. این یک زاویه تفکر هست، این تفکر در این که چی با خود برداشتی. بله، که قرآن کریم میفهمه که ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هر انسانی هر نفسی باید نظارت کند، تأمل کند، تفکر کند که برای فردای خود چه آماده کرده. بله، یعنی آخرت را فردای خود ببین. نگو ما که هنوز 20 سالیم یا 30 ساله، هنوز 60-70 سال عمر داریم. فرمود برای فردا، چون معلوم نیه فردا باشی. فرمود الموت یأتی بغتتن والقبر صندوق العمل، عمل ولم تزل فی غفلت حتی دنا من کل اجل. همیت غفلت نباشه که هی مرتب غافل از آخرت و غافل از خدا باشه که اجل به ناگهان سر برسه و هیچ بهره ای از این دنیا نبرده باشی. به گفته او شاعر میگه که عاشق شو ار نروزی عمر جهان سر آید، ناخوانده درس مقصود از کارگاه هستی. یه عاشق هم عاشق حقیقی، عاشق کسی که عاشق خدا میشه، عاشق کمالات خدا میشه، میگه این دنیایی که هستی به دنبال عاشقی باید باشی، عاشق خدا و صفات خدا و کمالات بشی. اگر این عشق به دست نیاوردی، خدا رو پیدا نکردی، انگار از این کارگاهی هستی هیچ سودی نبردی. بله، عاشق شو ار نروزی کار جهان سر آید، ناخوانده درس مقصود از کارگاهی هستی. یک تعبیر دیگه هم داره جناب استاد که میفرماید از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. یعنی زیباترین چیزی که در این گنبدی که تعبیر دنیا شده است به گنبدی که در حال چرخش هست
و زیباترین چیزی که میماند عشق هست و همونطور که اشاره کردید عشق به کمالات، عشق به خوبی ها و در یک کلام عشق به خداوند متعال. یک سوالی به ذهنم آمد جناب استاد در همین بحث تفکر، چون ممکن است گاهی برای بینندگان این اشتباه پیش بیاید که هر نوع در خود فرو رفتنی را، هر نوع سکوتی را یک به نحوی تفکر توجیه کنند و بگویند این هم بالاخره تفکر و فکر کردن هست. اشاره کردید که ما میتوانیم در موارد مختلف مانند این که ما انسان پیدا شدیم، از چه چیز به وجود آمدیم، نتیجه کارمان چه خواهد شد، این خلقت این جهان چگونه هست، سرنوشت انسانهای گذشتگان چگونه خواهد بود، عالم آخرت چگونه برای ما رقم خواهد خورد و موارد زیادی که باعث آگاهی انسان می شود، باعث می شود یک مطلبی بر مطالب قبلی و یک فهمی بر مفاهیم قبلی ما افزوده شود. اگر این تفکر این چنین باشد نتیجه بخش است، اما اگر خدای نکرده به حالت اصطلاح وطنی ما و شما خیال پلو باشد دیگه، فقط فکرهای بی خود و بی جهت که من در گذشته چی کار کردم و ای کاش فلان کار را میکردم و پول بیشتری در می آوردم و مواردی از این قبیل که به اصطلاح ما و شما خیال پلو هست، یا در مورد آینده این کار را خواهم کرد و اون کار را خواهم کرد، اینها دیگه جز موارد تفکر به حساب میاد. بله، او یادم از اون جریانی افتاد که کسی تخمرغی گرفته بود، ای پیش خود تفکر میکرد، به تعبیر تفکر کنم یعنی خیال پلو که میگم که اگه جوجه کنه با جوجه ها تخمر کنه، در فکر خودش بود که تخمر افتاد و شکست، که شبیه ای مثلا جریان های رو میکنه. این در واقع تفکر نیه، همچنین که شما فرمودین این همون خیاله، به تعبیر حضرت امیر که در او شعر فرمودن قد قره پول العمل، این آرزوهای پوچه، ای که آدم فقط به فکر به ذهن خود فشار بیاره و اندیشه هایی که ثمر بخش نیه. نه، تفکری که میگن تفکری که انسان به حرکت وادار بکنه، به جبران مافات، کاستی های قبلش جبران بسازه، اگر کاستی هایی هست گناهانی از توبه بکنه، اگر به پدر مادر خود کوتاهی کرده جبران بکنه، اگر در پیشرفت علمی خود سستی کرده تلاش بکنه. تفکری که انسان به حرکت مثبت درست وابداره، آمادگی بیشتر برای سفر آخرت پیدا بکنه، انگیزه به انسان بده برای کار و فعالیت بیشتر، خدا رو بشناسه و بندگی خدا رو بیشتر بکنه. در حدیث شریفی از موسی بن جعفر در ادامه همین حدیث که فرمودن یا هشام ما بعث الله، خداوند نفرستاد نبی انبیائه و رسوله و پیامبران و فرستادگان خودش ره الى عباده، به سوی بندگان، الا لیعقلوا عن الله، مگر اینکه درباره خداوند و فرامین خداوند و عظمت خداوند تفکر و تعقل بکنن. و احسنهم استجابتن، ببینید این تفکر مثبته، وقتی تفکر کردن خدا را شناختن، عظمت خدا را شناختن، اجابت میکنن. و احسنهم استجابتن، احسنهم معرفتن، اونی که بیشتر خدا را اجابت میکنه، فرامین او دقت میکنه که زیر پا نگذاره، خلاف فرمان و دوستی خدا انجام نده، او بیشتر معرفت او به خدا مشخصه. و اعلمهم به امر الله، احسنهم عقلا، اونی که بیشتر فرامین خدا رو میشناسه، صفات خدا رو میشناسه، او عاقل تره. بس تفکریه که انسان به خدا نزدیکتر میسازه. یا تفکر در قضا، در طعامی که میخوریم. قرآن کریم میفرماید که فلینظر الانسان الی طعامه، انسان به طعامی که میخوره نگاه بکنه. خب این با خود یک دریایی از بحث در او هست. بله. یکی ای که مثلا تو نگاه کن ای یک دانه گندم چه سیری طی کرده، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری، همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. او خورشید میتابه، دریا بخار میشه، ابر تشکیل میشه، باران میباره، کشاورز کار میکنه، زمین همه تلاش میکنن این گندم برویه، این برنج برویه، بعد آسیاب بشه، پخته بشه، شما نوشیجان بکنی و این همه مقدمه تو که شما نوشیجان بکنی، ولی تو فرمان خدا رو نبودی، این شرط انصاف نیست. این تفکر مثبت. فلینظر الانسان الی طعامه، نگو که مادر ای چه غذایی آوردین، شکر خدا را بکن،
بله. چقدر زحمت به این نان کشیده شده، به این هر غذایی که نوشی جان میکنیم. فلی انظر الانسان الی طعامه، یا این که نگاه کن حلال یا حرام. بله. اینم برخی از شارحان گفتن، مفسران، روزی تو رو که خدا میده پس چرا از رای حرام او روزی تو که برسه میرسه، پس سعی کن همو حلالشه تأمین بکنی. فلی هم بوله انسان الا طعامی. بعضی گفتن اینجا طعام یعنی علم، چون هم طعام مادی داریم که به شکم ما میره. بله. هم طعام معنوی، انسان ببینه علمشو از کی میگیره، استادش کی هست و به دنبال چه مکتبی حرکت میکنه. یعنی از افراد هدایت یافته. بله. کسب علم میکند، یا خدایی نکرده از افراد منحرف و بله. ملتقط. بله. این خیلی مهمه که انسان چون سرنوشت خودش میسازه، به خصوص در بحث‌های اعتقادی، ببینه این اعتقادی که داره پیشوای او کیه، از کی سخن میگیره. اگر اهل بیتن هم عیش العلم و موت الجهل، اهل بیت که زندگی علمند، حیات علمند و باعث مرگ و از بین رفتن جهلن، ای دنبال اینا اگر باشه، اینا اون او رو به سعادت میرسانه. یا تفکر در تاریخ، بسیاری از آیات قرآن به ما امر فرموده که فسیرو فی الارض، سیر کنید. اما نه فقط ای که فقط تفریحی، جمعه تابستان یا تعطیلاتی فقط بگردین، و نه، فسیرو فی الارض فانظرو، تفکر کنید، حرکت کنید در زمین و تفکر کنید. کیف کان عاقبت المکذبین، یک جا میگه مجرمین. ببینید عاقبت آدم هایی که حقایق را انکار کردن، پیامبرا را تکذیب کردن، جرم کردن، گناه کردن، معصیت کردن، عاقبت اونها، اونایی که منیت داشتن، ادعای خدایی داشتن، سر بر آستانه خداوند فرود نیاوردن، فرعونها، نمرودها، قارونها، سرمایه‌دارانی که به فکر انسانهای زیر دست خود و انجام واجبات مالی نبودن، کجا رفتن؟ فانظروا کیف کان عاقبت المجرمین. تفکر در تاریخ، انسان دقت بکنه چرا مثلا فلان ملت، و مثل ما انسانن، چرا فلان ملت بسیار عزیزن، بسیار پیشرفته هستن، بسیار در جهان می درخشن، در صنعت، در تکنولوژی، در مسائل مختلف، چرا یک ملت خار و خفیف میشه، یک ملت سربلند میشه؟ این انسان تفکر بکنه، یک ملتی که بیدار نباشه، تفکر نکنه، خب همیشه خار و ذلیل خواهد بود. و اگه تفکر بکنه، رمز و راز سعادت این در کلمات اهل بیت آمده. بله. و خود انسان هم اگر تفکر بکنه، تاریخ مطالعه بکنه، به این رمز و رازها پی میبره. یک تعبیری در مورد حضرت ابوذر وجود داره که خب به هر حال یک فردی بودند از شاگردان حضرت علی علیه السلام و از مقامات بسیار بالایی برخوردار بود. در توصیف حالات ایشان دارد که می‌فرماید کان اکثر عبادت ابی ذر التفکر، بیشترین عبادت شخص ابو ذر تفکر بود. و این برای ما باید یک نکته جالبی باشد که همونطور که گفتیم خیلی لازم نیست ما در برای عبادت خود را به نماز و روزه و کارهای از این قبیل که سخت ممکنه باشد وادار کنیم. گاهی وقتا تفکر کردن، که البته این تفکر باید طوری باشد که انسان را بالا ببرد، درجه انسان و مرتبه انسان را بالا ببرد، این خودش بهترین نوع عبادت هست، چنان که در مورد حضرت ابوذر چنین نقلی دارد. بله، اتفاقا همو حدیثی که فرمودین یک تتمه‌ای داره. بله. ادامه داره که کان اکثر عبادت ابی ذر التفکر و الاعتبار. یک اعتبار هم داره. یعنی چی؟ که با تفکر مثبت ما از این میفهمیم. بله. یعنی عبرت گرفتن. درست. پند گرفتن. یک آدم تفکر کنه و بعد پند بگیره. این برترین عبادت ابو ذر بود. و در روایت داریم که از بله عابدترین آدم ها، اعبد الناس، کسیه که واجبات خودش انجام بده. بله. یعنی در انجام واجبات، نماز و روزه، همون واجب آدم انجام بده کفایت است. کفایته. حالا اگر حال داشت مستحبات انجام بده، ولی در بحث تفکر گفتم نه، تا میتونین تفکر. تفکر، چون او عبادتی هم که اگر با تفکر باشد
بسیار مفید تر است، بسیار عظمت داره. شاید یک عبادت، یک نماز با تفکر که انسان به عظمت خدا پی ببره، از 70 سال عبادت بدون تفکر بالاتر است، بالاتر باشه. میزان پاداشی که خدا به اعمال انسان ها میده به میزان تفکر و عقل اونهایه. دو نفر در کنار هم نماز میخوانن، ولی نماز یک نفر به اوج میرسه، نماز یک شاید معمولی باشه. چرا؟ به میزان اندیشه و عقل انسان ها فرق میکنه. استاد، یک شاید مناسب باشد در اینجا اشاره بکنیم به این مطلب که گاهی افرادی هستند که خود را مؤمن میدانند، نماز میخوانند، روزه میگیرند، قرائت قرآن میکنند، اما در این حال به دیگران هم ظلم میکنند، تعدی میکنند، قتل و جنایت میکنند، خون مردم بیگناه را میریزند، در مساجد و در عبادتگاه ها خود را انتحار میکنند، ولی در این حال خود را مؤمن میدانند و یک فرد مذهبی میدانند که اگر ذره بنشینند و تفکر کنند در این کاری که انجام میدهند، شاید مسیر حق و حقیقت رو پیدا کنند، ولی متاسفانه از این تفکر یکی از مهمترین نشانه های عاقل بی بهره هستند. شاید به خاطر همین دلیل باشد که اینقدر دین توصیه میکند که فرد مؤمن و فرد عاقل باید زیاد تفکر کند. بله، بسیار عالی بود. بله، به خاطر اینکه اگر تفکر بکنند این اقدام رو نمیکنند، چون انسان وقتی تفکر بکنه دریچه‌های عقل او باز میشه. بنابراین این متاسفانه نشانه جهل انسان هاست که گفتن الناس و اعداء ما جهلو. اینا دشمن انسان، دشمن چیزی هست که نمیدانه. بله. اگر اینا بدانه که بابا یک انسان یک نهالی است که خدا کاشته، این ما حق نداریم جان یک انسان بی جهت بستانیم. در قرآن ما تعبیرهایی داریم که گاهی گفته میشه من قتل نفسن بغیر نفسن او فساد فکأنما قتل الناس جمیعا. یک انسان بیگناه بکشی، بدون حق بکشی، مثل که تمام مردم دنیا رو مردم کشتی. چرا؟ بخاطر یک تعبیر زیبا یک بزرگی میفرمود که مثل که شما یک وقتی اگر مهمانی میگیرین، بله، یک فرض کنید دیگه بزرگی شما برنج یا مثلا شله درست میکنه، وقتی چند تا کاسه از این دیگ به مهمانهای محترم میارین که نوش جان بکنن، میگه از کدوم بخورم؟ میگیم از هر کدوم بخوره، اینا همه از یک دیگه، فرقی نمیکنه. بله. یعنی سازنده و آشپز یک نفره. توهین به یک دونه از این ظرفهای غذا توهین به کل دیگه غذا و آشپز و همه. حالا توهین به یک انسان، خالق همه خداست. بله. با اون عظمت توهین به یک انسان، توهین به خدایه. قتل یک انسان بی جهت انگار توهین به کل نظام هستیه. درست. این نهالیست که خدا کاشته. بنابراین اگر این انسان ها تفکر میکردن و تفکر بکنن، از این حالت جل حتما بیرون میشن. بسیار ممنون. با توجه به فرصت کمی که از برنامه باقی مانده، من دوست دارم که اگر این نشانه تمام شد، شما یک نشانه دیگر را هم کرد، حداقل 3 تا نشانه ها از نشانه های عاقل رو در طول 5 دقیقه از فرصت باقی مانده از برنامه، نشانه دیگری را هم بیان بفرمایید. بله، یکی از نشانه های بسیار زیبا، خب همه نشانه ها زیبایی، خب بله، ولی به عمل کار براید، به سخنرانی یا به سخندانی نیست، عمل باید انسان بکنه. یکی از نشانه های عاقل شکره. بله. تشکره. شکر نعمت، نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. شکر نعمت یکی از نشانه های عاقل هست. عاقل همیشه شاکر هست. یک روایت داریم که فرمودن از شاکر به شکرهی اسعد منه به نعمه. شکر کننده به سبب شکری که انجام میده خوشبختر است تا به سبب اون نعمت. چرا؟ چون اون نعمت فرض کنیم یک غذای خوب گیره و آمدن نشیجان میکنه، میگه الحمدلله رب العالمین، اون نعمت نشیجان کرد از بین رفت، یعنی تموم شد دیگه. ولی این شکری که گفت الحمدلله رب العالمین، این تا ابد در نامه عمل او ثبت و ضبطه. پس هر چند نعمت های خدا بسیار عظمت داره، ولی شکری که میکنه این خوشبختی بیشتر میاره با آدم. پس فراوانی نعمت در خانه ما نشانه خوشبختی نیه،
شاکر بودن نشانه خوشبختیه. چقدر زیبا اشاره کردید، یک مقایسه قشنگی بین نعمت، چون خداوند متعال کریم است و خزائن نعمت‌های او زیاد هست، هر چی بخواهیم در اختیار انسان‌ها هست، در این دنیا، در دنیای دیگر، همیشه و همه جا. اما این شکر که نشانه عبودیت هست، نشانه تسلیم بودن به خداوند هست، این ارزشش خیلی بالاتر و بیشتر از اون نعمتی است که خداوند عنایت میکنه. پس ما اگر دیدیم یک خانه ماشاءالله از نظر مادیات و امکانات نعمات مملو و پره، ولی شاکر نیان اهل او خانه، کافرن، به تعبیر کفران نعمت میکنن، ناسپاس میکنن، این خوشبختی نیه. اما اگر یک خانه هست، عزیزانی هستن نعمت الحمدلله متوسط بهرمندن و همون شکر خدا میکنه، اینا این خانواده خوشبخته. طبق این حدیث وجود مقدس امام هفتم علیه السلام فرمودن یا هشام ان العاقل، یک انسان عاقل، الذی لا یشغل الحلال شکره، حلال ها نعمت ها او را از شکر خدا غافل نمیسازه. درست، ای که انسان گاهی غرق در نعمت. من یک بزرگوار یک وقتی عزیزی کسی به ایشان تماس گرفت و پرسید حال شما چجوریه، چگونه هستی؟ اول پرسی میکنه. خب این بزرگوار گفت که غرق در نعمت خدایم، از سر تا پا غرق در نعمت خدایم. خیلی زیبا، یعنی این دید انسان داشته باشه که هرچند سختی ها در همه زندگی ها هست، در همه درست. ملت ها بخصوص کشور ما که خب گرفتاری های فراوان دارن، ولی باز انسان اگر به پایین تر از خودش نگاه بکنه، باز همون داشته هایی که داره اونا جای شکر داره. قطعا همینطور هست. یک داستانی در مورد حضرت علی علیه السلام شنیدم که یک زمان ایشان دندان درد داشت، خیلی دندانشان شدید درد میکرد و ذکر زبانشان دائما الحمدلله بود، شکر خدا و حمد خدا. کسی سوال کرد که آقا جان شما درد دندان دارید، چطور شکر میکنید در چنین حالتی؟ حضرت فرمودند که یک دندان کوچک درد میکند، اینقدر من بیتاب شدم، اگر تمام بدنم درد میکرد چه حالی داشتم؟ به خاطر سلامت کل بدن و جاهای دیگر بدن خود من خداوند متعال را شکر میکنم. خیلی ممنون و متشکرم از شما حاج آقای رمضانی با مطالب بسیار زیبایی که فرمودید، و انشاءالله دانستن این مطالب همانطور که اشاره کردید زمینه باشد و مقدمه باشد برای عمل کردن و متصف شدن به مقامات انسانهای عاقل، که این رو باید از خداوند متعال همیشه درخواست کنیم. در سخن زیبا امام حسن مجتبی علیه السلام می فرمایند من عبد الله عبد الله له کل شیء، هر کس خدا را اطاعت کند خداوند همه چیز را مطیع او می گرداند. با تشکر فراوان از همه شما همراهان خوب برنامه به وقت بیداری، امیدوارم لحظه لحظه زندگی شما سرشار از نعمت باشد و زبانهای شما شاکر به نعمتهای الهی، که این لحظه های عمر بسیار مفید است. فرمود از صدای گذر آب چنان فهمیدم، زودتر از آب روان عمر گران می گذرد. ایام به کام، روز و روزگار خوش، خدا نگهدار شما.